به نام خداوند بخشاینده و مهربان آینده سازای کشور السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدا کنه لباس افیت به تن داشته باشین و مثل همیشه ویدیوی ما را تماشا کنین و به پای این ویدیو نیست شما نشسته و یاد بگیرین چیزهای جدیده نازن اینا امروز نیز ما شما درس جدید میخوانیم اما قبل از اینکه ما شما درس جدیده بخوانیم بیاین که حروف هم بشناسیم چرا که وقتی ما حروف هم بشناسیم کلمه ها را ازش میسازیم و شما میفهمید وقتی که حرفا پولی یکی دیگه قرار میگیرن ازش کلمه ساخته میشه و کلمه که پالی هم قرار میگیرن ازش جمله ساخته میشه خب حرفای را که ما امروز به شما نشان میتونم چی است؟ فی است فه از حرفایی است که به شکل پوره و نیمه وجود داره و حرف ری است ری از حرف است که همیشه به شکل پوره نوشته می و الف الف هم از است که به شکل پوره نوشته می لام از حرف است که به شکل نیمه و پورا وجود داره سین از حرف است که به شکل نیمه و پورا وجود داره یعنی این که به شما نشان دادم پهلوی هم قرار بدیم ازش چی ساخته میشه یک کلمه ساخته میشه که کلمه چیست درس امروز ما شماست خب ببینین به چی خوانده میشه سین الف لام سال درس امروز ما شما نیست سال است خب اما اگر ما کلمه ها را پهلوی هم قرار بتیم ازش میتونیم که چی بسازیم جمله بسازیم از چی بسازیم جمله نازنین ها مثلا چی مثلا من میایم و من میگم که ای چیز مکتب 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 از کدام حرفات تشکیل شده مکتب از حرفایی که تشکیل شده میم کاف تی بیس مکتب ای چیز یک کلمه است اما اگر اخصم نشان بتونم با شما ای چیز گاف حرف است یا نون یک حرف است شین یک حرف است که حرف ها را یک جای ما ازش چی می سازیم؟ کلمه میسازم. خوب سازیم خب اگر ما شما چی کنیم؟ کلمه بسازیم چه خصم کلیمه می سازیم مثلا یس yes, من یک کلمه است و اگر این ما پالوی ازی قرار بودم چی میشه؟ کتاب و پهلوی از یک یک کلمه دیگه رو بگیرم میخوانم من میفهم کمیال شما وقت ذهنتان جور کنید نیره چی است؟ من کتاب من کتاب میخوانم من کتاب میخوانم چی هستی؟ جمله است جمله است که یکجا جا کرده حرفا رو یک جا کرده ازش چی میسازیم یک؟ جمله میسازیم خب نازنین اما اگر حرفا رو ما یک کنیم از چی میسازیم؟ کلیمه کلمه اگر رو را یک کنیم چی میشه؟ جمله ساخته میشه خب مثلا اگر ما بیایم و به شما نشان بتم اقسم حرفا حرف مثلا نشان بتم برسان که من چی کار میکنم؟ من سال را می ریسم. من درس را میخوانم. ای از کلش کلمه است که میسازیم و عرفا است که پهلوی هم قرار میتیم و ازش کلمه ساخته میشه مثلا ببینیم میم پهلوی از یگمه کافه قرار بتون میشه مک تیره نشون قرار بتون. مک آخرش آخر چی رو قرار میدم؟ بیره چی میشه؟ مک تب یعنی حرفا را که ما یک جای کنیم ازش کلمه ساخته میشه اما کلمه را اگر ازش یک جای کنیم جمله ازش ساخته میشه خب نازنینا میایم یک بار درس گذشته میخوانیم و بعد از اون میایم در درس جدید ما خب درس گذشته با شما بود سال سال یک سال چهار فصل است یک سال چهار فصل است بهار تابستان خزان زمستان یک سال چهار فصل است بهار تابستان خزان و زمستان نازنینا وقتی که من این متن میخوانم شما کتابکای های دریتان پیشتان باشه و انگشتایتان سر خط بگیرین تا که یه غلطی که دارین رفع شود یک سال چهار فصل است بهار تابستان، خزان و زمستان هر فصل هر فصل دارای سه ما می باشد هر فصل دارای سه ما می باشد بهار فصل اول سال است بهار فصل اول سال است حمل سر جوزا حمل سر جوزا در اول حمل در اول حمل شب و روز یک برابر می شود در اول حمل شب و روز یک برابر می شود تابستان فصل دوم سال است تابستان فصل دوم سال است سرطان اسد سنبله سرطان اسد سنبله در این فصل هوا گرم می باشد ما شما می فهم که تابستان هوا چی میشه گرم میشه خزان فصل سوم سال است خزان فصل سوم سال است میزان اقرب قوس میزان اقرب قوس در این فصل در این فصل هوا رو به سردی می رود در این فصل هوا به سردی رو چرا بخاطر که برای از ما فصل زمستان داریم زمستان فصل چهارم سال است جدی دل و حود. یعنی ماهای جدی دل و است خب نظر اینا که ما شما خواندیم حال بیاین که ما ایره هجا و تجزیه هم کار کنیم تجزیه رو ما بسیار زیاد کار کنیم و بلد استیم مثلا کلمه بهار به بح بیوهی از کدام حرفا تشکیل شده بهار از ب ه الف ر ب هید چشمه الف ر بهار پس این رو چی میکنیم تجزیه میکنیم ب هید چشمه الف و ر میشه بهار اگر این ما شما بخوایم که چی بکنیم تجزیه ای تجزیه که مگه ایره ما شما بخوایم که ایره بخوایم با شما هجا کنیم چخصه میکنیم به بی و هی یک هجا میشه بی و هی یک هجا میشه و اما یک رنگ دیگه مار کنم میگیریم تا که بهتر شما هجا رو بی و هی یک هجا میشه و و و الف ری دیگه هجا میشه بهار به و یک هجا میشه الف دیگه هجا میشه بهار صحیح است نظر اینا ایشون تجزیش و پایینش هجاش بهار خب نظر اینا حالا اگر ما شما بیایم ما تا کار کنیم و سور و جوزا را کار کنیم هر کدام شما میتونیم تجزیه کنیم اما اینا هجاش یکی است حمل داره یک هجا باشه سور هم داره یک هجا جوزا 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 داره دو هجا خب حمل اگر ما چی کنیم؟ تجزیه کنیم ه جمع میم جمع لام حمل خب حمل سور سور اگه ما شما تجزیه کنیم س جمع واو جمع ری سور اما تا اگه جوزا ما هجا کنیم تجزیه کنیم جیم واو wow. ز و الف جو زا سعی است نوزه یه از تجزیه کردن ماها که شما در اسم اول ما مطمئن اسم که کار کردید بعد از در تابستان تابستان از کدام حرفا تشکیل شده اینجا برتان کارش میکنم ت تا الف ب و س سین نیمه بعد از او ت بعد از او الف و در آخر نون پوره تابستان 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 ت الف ب سین ت الف نون تابستان اگر ما شما هجا کنیم تابستان تابستان پس این چیسته سه هجاست تا یک هجا میشه تا بس بیوسین دیگه هجا میشه و تان دیگه هجا میشه من یه توسط چی برتان جدا میکنم تابستان توسط دیگه مار کرد تا یک هجاس تا. تا تا یک هجاس بس دیگه هجاس تان دیگه هجاس تابستان تابستان داره چند هجاس سه هجا میباشه همه اگر ما شما خزانه خزان هجا کنیم. خزان. خ. خ یک هجا میشه. خ. زان. دیگه هجا میشه. یعنی خ یک هجاست. خ. یک هجاست. و ز و الف دیگه هجاست. خ. زان. صحیح نظرین رو همونطور بیاییم ما هجا کنیم. زمستان. مثل تابستان. سه هجا میشه یا. زمستان دارای سه هجاست زمستان و تابستان دارای چی است؟ سه هجاست اما خزان و بهار دارای چیست؟ دو هجاست خزان و تابستان دارای دو هجاست خزان و بهار دارای دو هجاست و تابستان و زمستان دارای سه سه هجاست خب نازنین ها شما هم میتانین ما فقط نامای فصلا را هجا کردم، شما نازنین ها میتانین که اما تو ماها را هجا کنین و تجزیه کنین تا بلد شوین که یک کلمه از کدام حرفا تشکیل میشه و از کدام و از کدام هجاها تشکیل میشه داره چند هجا باشه این را میتانین شما از روی امی ها کار کنین و این دو فایده داره یکی شما میتونین ماه ها را حفظ کنین و دیگه میتونین که بفهمین که از کدام حرفا ماه های ما شما تشکیل شده خب نازنینا درس امروزتان همه قبول تا درس بعدی شما را به خداوند یک دامی